شمارش معکوس برای پرونده کابل بانک از صد روز نخست حکومت وعدت ملی چل دو روز میگذرد. رئیس جمهور غنی در نخستین روز آغاز کارش برای بررسی پرونده کابل بانک مهلت تعیین کرد و گفت این پرونده در مدت چل پنج روز باید بررسی شود. تا پایین این مهلت تنها سه روز فرصت باقی است. اما معلوم شد که در کار این پرونده جنجالی تانوس پیشرفت حاصل نگردیده است. تمامی متهمان این پرونده دستگیر نشدند مقروضین قرضهای ها... خود را نپرداختند و این پر... پرونده میان دادستانی کل و دادگاه استیناف دست به دست شود آیا هشدارها و محلت تعیین تا... کردنهای رئیس جمهور با خطر عملی نش... نشدن مواجه است از سوی دیگر امروز نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان به بررسی گرفته شد گفته می‌شود این موافقتنامه موافقین و مخالفین خود را داشته است این موارد را در برنامه امشب صد روز نخست و بررسی می گیریم. سلام و وقت بخیر به بر برنامه صد روز نخست با من امید و فاروق خوش آمدید در آغاز آقای عبدالعزیز ابراهیمی خبرنگار با ما هستن بسیار خوش آمدید ما پرس آغاز میکنیم که امروز چه کارهای صورت گرفت از سوی حکومت در پارلمان موارد تشکر قسمه که شما گفتین سند امنیتی امروز رسما به پارلمان تحویل داده شد و به کمیسیون روابط بین بعد از او با کمیسیون های اجدگانه پارلمان به بحث گرفته میشه مثل که سند امنیتی در مجموع سند استراتژی با امریکا قبلا هم مخالفین و موافقین خود در پارلمان داشتند که شما را مخالفت میکردند و شما موافق بودن و در مجموع موافقین بیشتر بودن به این شکل که حال سند امنیتی بخش دیگری از سند استراتژی هست و توسط شورا رئیس شورای امنیت امضا شد و با پارلمان رسما امروز تحویل داده شد مخالفین و موافقین خود داره آیا مشخص شده که کسانی که مخالفت میکنند در چه مواردی است با او شکل که واضح باشن نیست اما در مجموع گفته های وجود دارد و بعض از وکلای پارلمان میگن که این سند امنیتی به معنای تجدید جنگ تجدید جنگ در افغانستان است یعنی جنگ در افغانستان شدت می و این بیشتر تلفات نظامی در افغانستان به بار می عملیات های و سند امنیتی به معنای مسئولیت عام تام بر امریکایی است امه. هرگاه نیروهای دلایل در دو مورد که نخست اشاره کردین که خب بعضی که مخالف هستن فکر میکنن که امضا شدن این موافقت نامه باعث افزایش تلفات میشه باعث جنگ میشه یعنی تجدید. تجدید نامنی چی گونه؟ یا جنگ یا میگن که اگر این سند امضا این سند توسط ما چون توسط رئیس شورای امنیت امضا شده امه. و اگر ما را تصویب بکنیم به این معناست که نیروهای بین نیروهای آمریکایی دستشان باستر میشه و میتونن هر اقدام باشد که در افغانستان انجام بده و از او مبرا می یعنی مسئول می اگر عملیات ها شب 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 شبانه را برا بیاندازن. اگر افراد ملکی را هدف قرار بتن و دیگر یا به این شکل وکلاب عوامل دیگر میگن که اگر این سنت ما تصویب بکنیم کشورهای منطقه چون فعلا دستشان در جنگ افغانستان دخیل هست یا بیشتر بر علیه نیروهای امنیتی افغان نمیشه و بیشتر میخوان که عملات خود در افغانستان شدت بتن یکی از موارد دیگر که امروز رخ داد در چل دومین روز حکومت وحدت ملی انفجاری بود در قماندانی امنیه آیا چیزهای تازه شما آگستین که دلایلش چی بوده و اسا این این نمله چگونه رخت؟ داده آنچنان که قماندان امنی کابل گفت که شخص اندهار کننده بوده با لباس ملکی بوده لباس پیرانتمان بوده که داخل ساختمان قماندانی امنیه شده و ورقهای دوستی ای که در دستشان بوده میخواسته میپالیده و پرسان کرده که قماندان امنیه دفترش کجاست به چه شکل و علت از که مثلا چطور داخل قماندانی امنیه شده این مشخص نیست اما این بسیار تاسف بار است و مردم با حیرت انداخته که چطور مثلا با تدابیر شدید امنیتی یک عامل انتهای حالا نکته ما به هم امی است که یک فرد چطور تا اونجا را پیدا میکنه این واضح شده که چگونه سایت های اجتماعی در مجموع تبصره داشتند که مبادا همه عامل انتهای ارتباط داشته باشه با مافیایی که مثلا فعلا گرفتارش از خود شخص قماندان امنیه که که بعض بز دستاوردهای بزرگ داشته قماندان امنیه بخش و ممکن که یک حجدار بوده باشه با قماندان امنیه به شکل و ما فکر میکنم که علتش هنوز دقیق معلوم نیست اما میگن که ممکنی در کدام موتر داخل کرده باشه و دست های داخلی بوده در خود قماندانی امنی ممکن که از خود پلیس بوده باشه ممکن از چون اونجا ولایت هم هست چون یک از قماندانی امنی نیست هم ولایت هست ممکن که افراد ولایت یا ممکن که از خود قماندانی امنی حال در سایت های اجتماعی و خود ژورنالیستا که در مواقع میرن حتی بین اعتماد وجود نداره حتی در نهادهایی که میره پلیس بالای پلیس نمیتونن اعتماد بکنن فعلا چون اون ذهنیتی که به وجود آمده که موادامی دشمن باشه چون چهره یا لباسی که پوشیده ممکن مرا هدف روز قرار بده و امروز ببینیم که با تدابیر شدید امنیتی که یک شخص میخوای به قماندان امنیت برسه از پاین الا اش جای تلاشی میشه و چطور میتونه یک عامل انتحاری با واسکتش ملبس باشه و داخل امنیت و قماندان امنیت بره و قماندان هدف قرار بده یا رئیس دفترشان این نگرانی رو بیشتر کرده در ذهن مردم و انتحاری دیگه که در شاه شهید شده به شکل و خیلی سپاس تشکر خیلی سپاس از حضورتان تشکر تا لحظات بعد دوباره برمیگردیم بازم خوش آمده در این بخش برنامه آقای گل احمد مددزه اتحادیه اقدانان افغانستان و صادق زاده نیلی از مجلس نمایندگان با ما هستند بسیارت خوش آمدید آقای نیلی با شما آغاز میکنیم سه روز فرصت باقی مانده از محلتی که رجمور تعیین کرده بود برای که اینکه پرونده کابل بانک بررسی شد فکر میکنین که کارها خوب پیش رفته بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و مهمان محترم شما همچنین محترم تلویزیونی شما تشکر میکنم من از روز اول هم گفتم که جناب رئیس جمهور فرمان داده که فرمان موجبی امیدواری مردم افغانستان شده و این امیدواری همراه با نگرانی هم هست از این طرف مردم افغانستان امیدوار شده که موزل کابل بانک که 825 میلیون دلار مردم افغانستان متاسفانه باید بگیم با یک مار رفته یک بار دیگه مورد بررسی قرار میگیره و امکان داره که دو چیز مردم انتظار داشت که انجام شه یکی پولای دست رفته و دست بیه که بزرگترین خاصی مردم افغانستان بود دوما هم کسایی که در ازی فتنه دست داشته و در ازی توطئه دست داشته که اقتصاد افغانستان مورد هدف قرار داد که اگر حکومت افغانستان به داد کابل بانک نمرسید امکانی انارشیزم امکانی فروپاشی جامعه افغانستان وجود داشت ای همون چه کسایی که دزدی دست را اینا بره در بند خانه و در زندان اینا محکوم شد از این دو هدفی که مردم افغانستان داشت که با فرمان رئیس جمهوری هدف ها یک بار دیگر بر زین مردم زنده شد ما شما امروز بعد از چلو دومین روزی که از این قضیه میگذاره شاهیدی تغییری زیادی نیستیم از نظر از اصول پول شاید ما فکر کنم حبه و دینار تونز اصول نشده باشه در مزید چند روزی که از این قضیه گذاشته در مورد کسایی که باید زندان میشد کسایی که باید مورد محاکمه قرار می گریفت، او افرادای شاخدار و افرادایی که اساسی از از از, 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 از توتیه بود اونا یا در خارج از افغانستان به سر میبرن یا در داخل افغانستان هم در مسئولیت و امنیت کامل به سر میبره یک پرسشی که مطرح میشه در این مورد ایست که زمانی که کارهایی که شما مشاره میکنین که کارهای بزرگ و اساسی در رابطه با پرونده بود انجام نشده زمانی که رئیس جمهور فرصت تعیین کردن میدانستند که نمیشه این کارها در این مدت ما فکر میکنم که شاید این تحلیل مایهی است جناب رئیس جمهور در یک هیجان پیروزی بود شما ببینید انتخابات بسیار بسیار طولانی شد بسیار بدرازا کشید جناب رئیس جمهور وقتی که پیروز شد و آمد مثلا بر مسند خدا قرار گرفت دو تا احتمال وجود داره یک احتمال وجود داره که جناب رئیس جمهور مشاورینی داشته که مشاورین به درستی برای ایشون این مشوره نداده شما ببینید قضیه کابلمان اگر قرار به از طریق مثلا محاکم عادی پیگیری شود در محاکم عادی سه مرحله وجود داره که باید سه مرحله تایی میشود تا میگوستیم دوسیه مانگ با کجا خواهد رسید یک بس یا اینکه مشاورین برای جناب رئیس جمهور مشوره درست نداده یا رئیس جمهور در حیجان پیروزی و حکومت وحدت ملی بود فرمان را با دقتی که باید صورت میگیری صادر نکرده حالا خب، فکر میکنین که چگونه برخورد میشد با این پرونده میگن که از لازم زمانی فرصت زیاد رئیس جمهور میداد یا نه کسانی را که شما استمش را ماندین افراد شاخدار اینا را اصلا معال است که حکومت دستگیر بتوند خب رئیس جمهور باید ارجابی میکرد در مساف و در میدانی که وقتی وارد میشه هر پهلوانی وقتی میخواد در میدان وارد شه پیش از پیش باید وضعیت میدان تحلیل و ارزیابی داشته باشه آقای دکتر سیب اشرف کسی بود که وزیر مالیه بود کسی بود که مثلا در افغانستان پست های را کار کرده بود این نبود که از وضعیت حاکمی بر کشور خدای نخواسته بگم ناگاست وقتی باید هم می کرد که باید وضعیت مطالعه میکرد که ما 45 روز که مدت تعیین میکنیم میاد تعیین میکنیم در 45 روز قانون حاکم کشور چی میگه ما ما چقدر توانمندی داریم با چه کسا طرف هستیم باید طرفی عذر میخوایم مذرد میخوایم این نقطه اجازه اشاره کنم جناب رئیس جمهور باید در جوابی میکرد که با, چه چی... با چی کسای طرف باید طرف شناسایی میکرد بر اساس شناسایی اطراف اینا مثلا موضعی میگرید که امروز مردم افغانستان به یک نقطه میرسید که امیدواری ها بیشتر میشوند کن... که رئیس جمهور ارزیابی داشت از افرادی که بودن در این پرونده باز گفتین که تجربه یک رئیس جمهور داشته در خب حکومت میدونست که چه افرادی بازم رئیس جمهور زیر سوال خواهد رفت یا ارزیابی داشته یا نداشته اگر نداشته هم نقصه برای یک رئیس جمهوری که سالها سال در از اینجا با پست بلندی دولتی امه. کار کرده یا ارزیابی داشته بر اساس ارزیابی از آمادگی نگرفته در دو صورت بازم متاسفانه متاسفانه عرزی... فکر میکنین که چگونه برخورد میشد فرصت زیاد داده میشد نه ما به ای جناب رئیس جمهور اونچه که میتونست باید برای مردم افغانستان میگفت یا تصمیم میگرفت مستقیما مثلا فرمان صادر میکرد کسایی که دیزی دوسیه دخیله، باید مستقیم با نام و نشان اونها را فرمان میداد که باید برای های افغانستان و دوسیه مورد پیگفت قرار بگیره یا این که اگر این نمی نمیتوانیست خب به هر حال چیزی لنگان لنگان در دوران جناب آقای کرزه هم بود دیگه آقای مدزایی از حرفای آقای نیلی این گونه برمیه که رئیس جمهور فرمانی صادر کرده که بناوی توانش را نداره که را بتونه به انجام برسانه با توجه به اینکه افرادی که داخل هستند در این پرونده با از, مد... از, لازم مدت زمانی هم فرصت اندکی بود از مراحل را که آقای نیلی اشاره کردن این پرونده برش کم داده شده موافق هستین بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته لیلی سپتا او د تورو نیوز تلویزیون درنو ژوندون کو دا چې همداله ازمن ګوري در رابطه به موضوع کابل بانک سی موضوع مطرح است یک موزیګریه یا یا امو احکام کی قانوني افغانستان دی رابطه داره دوهم ادارې عدلی او قضای افغانستان ه باعس یک نامودار در پیشرو موشما قرار داره ه فرصتهای که از لحاظ اجراءات عملي دا ای راسته با تجارب گذشته در نظر بود باید هر سی ای موضوع یک ارزیابي دقیق صورت میرفت و بعد از او اقدام به همچو موارد میشد که ریس جمهور د او زمینه فرمان صادر کرد ایا رئیس جمهور چی باید میکرد؟ ای رئیس جمهور د ری موارد د درازي کړه و په استلابه ایسی یو موضوع بسیار مهم یې مطرح کړ ای از لهዚ قانوني یو کاری بود کې بشتر بر رئیس جمهور تعلق نه داشت ای حکم قوانين افغانستان از جرمي کې به با حقوق میپیونده مراجع مطابق په احکام قوانين افغانستان مکلفيته پښپو تعقیبی عدلی ازو راو او ده درن اما یی کی در ایجه مشکل از نقطې نظر فروسی جرحه عملی طور کې نلیسه بر ششارکدان کې کساي هستن کې مانی تدبیق قانون به زور خود میشن و ادارات عدلی او قضایی در مجموع توانایي به محاکمه کا شاندن یا زور نه درن ازول هست ری جمهور به اصطلاح بزرگترین مقام دولتي افغانستان در ای پای خوده پېش کړه چې تم موضوع اهمیت خود پیدا وکنه او مرآجی چې در تعقیب اذیاستان کسایخه در مقابل قرار درن او از امو موخف او مقام رئیس جمهور ای کسایخه تعقیب میکنه یو جرأت بگیرن او کسایخه مقابله میکنن کم ترسنده شون ازل حث بجای بود اما میم بایکه اونځو بس ترسوندن فکر میکنن که میتونه مطرح باشه برای اینکه یک پرونده به این بزرگی مقدار پولی که نام... ناپدید شده افرادی که در اون دست دارن بیان رئیس جمهور در حد هشدار یک مهلت تعیین کنن بعد دنبال از این نگردن که در 45 روز بررسی میشه یا نمیشه سه فرصت است اما گفته میشه که هیچ کاری صورت نگرفته در رابطه با این پرونده سوال میجه است که الا اگر رئیس جمهور اقدام نمیکرد بازم شاید در جامعه در برابر مردم

هدایت میداد بدون مهلت هم سوالی بود و اگر هدایت داده با قید زمانی هم سوالی هست خب هر آن است تصمیم رئیس جمهور است با آقای نیلی هم اشاره کردن که ممکن رئیس جمهور بنا به برداشت خود تصمیم گرفتن و این مهلت را تعیین کردن و ضعف هم آقای نیلی اشاره کردن که ممکن مشاورینی که برشان مشوره دادن اینجا دو چهار ضعف شده باشن که این پرونده به ای بزرگی خود نمیتونه در این مدت بررسی شود خب هر حال یعنی اگر رئیس جمهور فرصت را یا کایه زمانی را بر إجراءات تعین کرده بریاځي کې ای پرونده شما مفهمین کې څو سال او بشتر ازو در برګرفته یني چیزی نشته کېمروز به وقوفه یې واستا باشه زماني طولاني سفرې شوډ هرګا مهلت تعین نکد نو از بي تفاوتي ر نشانه نیداد بس به این پرسش پاسخ بدین کې رئیس جمهور بنا به چه منظوره این مهلت را بر پروندهي بررسي کاوال بانک اما ما نه میدنیم زهن رئیس جمهور ک او چی هدف داشت اما میم بر مبنای موزیگیری هاي او عملی کار،, کار تا اون جای پیشرفت ک مردم قناعت کنن نه په هیڅ صورت ضعف در, در کجا بوده به با بار شو ضعف خو شما میفهمین ک دولت افغانستان مو یک ضربالمثال است میگه کجایش راست است کجای در دولت ما او شما دا ستور دي دار مشکلات نه داره کی ما بگویم ای جهه است و او جهه نیست ما یوک یوک تفاوت یوک تفاوت وجود داره آقای مرزاګه حکومت تازه شکل گرفته و هغه په شکل رئیس جمهور اراده قوی در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات داره یقینا ای اک حرفه سنوس شما هنوز از حکومت تازه جز رئیس جمهور و یک رئیس اجرایی چیز دیګری هنوز نداره <تصفح> نه حتی کی از وزرانا وتین شوده نه در ارانها عدلي و قضاي شما س نو آماده چيز هس از گذشتهها باقي منده وا اور هنوز ارزابي دريست ه تصمیم بگيرن يرا جانشين ي بسازن شما ميبينن ه م شما هنوز در هرف قرار دارم در عمل نرفتم تا وقتی که حکومت ملی ک یا عنوان کردن اورا عملا شکل نگیره اشخاص در ایجاها قرار نگیرن ما نمیتانیم از حکومت جدید به عنوان یک حرف عملی صحبت کنیم ی تیورس نظان س ا پاسخ بتین که اگر محلتیرا که ریس جمهور تعین کرده سه روز فرصت باقی ماندهاول د سه روز آنچنانی که مردم توقع دارند به پرونده کابل بانک رسیدگی میشه یا نه اگر نمیشه حرف رئیس جمهور به کرسی نمی نشینه چه تاثیراتی روی وعده های رئیس جمهور داره و در مجموع فکر نمی که باور کم میشه نسبت به حرف یا وعده که رئیس جمهور دوانده می ده, ده جای شک نیست که اگر یک مقام بزرگ سیاسی یا کشور که فرد اول کشور است او حرف را که در عمل باز او به با کرسی نمیشینند دربين مردوم اعتبار او مقام او شخص یقینا زیر سوال میرنه یا هر دووم سی روزه کی باقی منده حتما به این باور استم که د سی ماهه دغه هم موضوع قابل حل نیسټر هم به اشاره شد که ای دستور کی ری جمهور به عنوان یک فرمان صادر کرده که موضوع بررسی شوه ای بیشتر از لحاظ عملی پېشمه یعنی جنبه عملیش کمتر

و مهلت های تعیین میکنه به خطر عملی نشدن مواجه است تا سه روز آقای مدزه اشاره میکنه که سه روز را بگذارین تا سه ماه دیگه این پرونده بررسی نخواد شد چه چیزی متوجه رئیس جمهور است اگر این کار نشد من یک نقطه پیش از این جواب سورس ما می اشاره ما با مردم افغانستان مواجه هستیم که مردم افغانستان این مردم عموما نتیجه را میخواه. دوسی گرداندنی که در تلویزیون نشان میده که ده ها دوسی زیر بغل ببار از این موتر دونجی از اونجی ببر دونجی اونجی هیچ مردم افغانستان نمیخوایه مردم افغانستان هم بود چیزی گفتم اونم رو میخواست پول وصول شوه و شاخلارا از زندان انداخته شوه یه دو چیز که نشد مردم افغانستان دیگه عام است اما این مردم متاسفانه با یک حس ناامیدی مواجه میشن یک بس اما برای رئیس جمهور چی داره وقتی که جناب رئیس جمهور در آغازین این کار خود کار بزرگ روی دست رو بگیره و موفق نشه او را به نتیجه برسانه مردم افغانستان اول ناامید میشه بدترین حالت برای یک نظام یک حاکمیتی است که مردمش از اون نظام ناامید شود وقتی که مردم ناامید شد پیامات هایی که به تقیب ازید داره کسایی که دست به فساد میزنه یک بار دیگر اینا زنده میشه و هم دیگر رو پیدا میکنه خدا اینه خواسته خدا اینه خواسته که گوش شیطان به اصلاح عوام کار که یک وقتی بانگاه دیگر به با غارب نروه بگه چی شد دو تا مثلا حاکمیت گذشت سر از چی کرد که سر ما, ما بکنه باید خیلی مواظب باشیم همه ما مثلا دست بده سمد مواظب باشیم که های دیگر دست ما مثلا به روز گرفتار نشه هم. بحث دیگه فرامینی که رئی جمهور بعد صادر کنه با مثلا برخورد منفی مردم مواجه خواهد شد حتی اقل فکر نمیکنین <coughs> که همین مهلت رئیس جمهور به خطر مواجه است یعنی به خطر عملی نشدن هیچ درزیش هیچ شکی وجود نداره <coughs> که در سه رو شما ببینید در چی روز وقتی کار انجام نشود در چی دو روز وقتی کار انجام نشود کارای اجرای جوز افرادای پایین رتبه مامور بو بر بندخانه و زندان اندازه اضافه تر از در باره زام حکم صادر نشده خب رفته در زندان انداخته با اساس چی حکم الان کسی میتونه بپرسه بر اساس چی حکم اون در زندان است باید کسی که در زندان می بوده باشه مرحله پلیس یک مرحله است مرحله معترم سران ولی یک مرحله دیگه است مرحله محکمه چی روز اگر کسی در زندان میمونه ضرورت به که محکمه در مورد از حکم صادر کرده باشه خب این افرادی ای که مثلا در درجه پایین که هیچ کار دست از نامه اینا ما در زندان نزی مردم میراز ما نمیپذیره وقتی نپذیرفت یقین بدانید که در سه روز دیگه این تحولی مثلا موجود اصلا با وجود نمیه که قسمتی از پول وصول شود ما ببینید 100 میلیون دلار مثلا وصول شد یا در افغانستان یا خارج از افغانستان یا اینکه مثلا افرادی ای که تونز نتنسه در زندان ببره جز دوسی اگر داندن کسران والی دوسی را دهی ماشین مندازه از این ماشین دهو ماشین میندازه از این مثلا چیز دیگه اصول نشه بدن امکان نداره از هر سه روزی یک حرف مطرح آقای نیلی گفتم میشه که دادگاه استیناف پرونده را سپرده به دادگاه عالی و دادگاه عالی هم ممکن در ظرف سه روز نتیجه نهایی را اعلام کنه نتیجه نهایی اگه اعلام شود از چه اعلام خواهد شد خب ببینید هم خودش بازم امی اگر بخوایم اشتباه را با اشتباه جبران کنیم اشتباه دو برابر میشه هر چی خاطر داد... فکر میکنین که اگر دادگاه عالی بیاید نتیجه را اعلام کنه در ظرف سه روز حرف رئیس جمهور بجا میشه حرف ببین ما بازم برای شما میگم مردم افغانستان نتیجه را میخواین <applause> یکی دادگاه عالی یک صادر کنه او درد مردم حل نمینه مردم میگه چی اصول شد حالا کی این را هم اگر پاسخ بدین که به چه منظور اگر پیشرفته صورت نگرفته دادگاه استیناف پرونده را به دادگاه تا نتیجه را اعلام کنه اینا خو یک فرارای است که میخواد یک یک, راه های فرار درست کنه ببین از نظر منطقی چگونه ممکن است که یک دوسیه را نو رئی جمهور دستور بده که از نو رسیدگی شود این باید تمام مراحل از نو مورد ارجابی و بازنگری قرار بگیره و تمام کسایی که دی دا داخل بوده مورد مثلا سوال و جواب قرار بده چگونه ما را دادگاه مثلا عالی میخوایم مثلا نگو که را صادر کنه که این مراحل طی نشده گفتم بازم اشتباه با اشتباه جبران کردن خودش دوباره برام اشتباهه اگر دادگاه عالی کار بکنه برای از اینکه گبرای جمهور زمین نمانه گویا گبرای جمهور اطاعت کرده باز هم اشتباهی بسیار کلان امیدوار هستیم که کار نکنه بهتره که واقع اجازه بدید نقطه بگم بهتری است که واقعا به مردم افغانستان بگه بگه یا نتونستیم بگه که مشکل در کدام نقطه است متاسفانه کس جرأت گفتن واقعیت هم نداره یا اینکه اگر اگر مثلا میتونم مشتاطا را بگم بگم اینقدر زمان لازم داریم ضرور نیست آیه قرآن نیست دستور رئیس جمهور که خدای نخواست بلا نوز بالله که آیه قرآن مثلا به زمین مانده یک متوا زمان مالد دیگه آقای مدد زای در ظرف سه روز نتیجه اعلام شود این نتیجه چگونه خواهد بود قناعت مردم را فراهم می سازد یا نه دوم این نتیجه اگر اعلام میشه به خاطر با کرسی نشاندن حرف رئیس جمهور خواهد بود که اگر قرار بشه که یا شکلا به استلام او فلانه تدبیق وکونه بگوين که رئیس جمهور فرمانه داده بود ما همینه عملی کردیم ولی عمل او توریکه نیلی صاحبم بلش اشاره کردن نتیجې که مطلوب سو به دس نایې بازي اجرات بهې مهونه کیا ادم چیز را بیاخ نوښته کول او په افته او به مانه د این صورت فقط یع شکلیات س که یا اطاعت خدا به وو و نمود میسازا امانه روح قانونه تطبیق کرده میتنه نه هدف را به دست آورده میتنه ازو نقطه نظر یک کار ایست کی هیچ ارزش نخواد ده جز کی یا صرف می حرفه مطبوعاتی بو سازن و به مطبوعات براین بگوین کی چیزی که گفته شده بود عملی شد عملی کی هر به چی منزور گفته شده بود و او منزور به دست آمد یعنی انه در مجموعه در قضیه کابل بانک هدف ایست کی ثروت و دارایی ملیه کی اشخاص و بوردا او به دست بیا بشتر همي جهات جرمي قزيه نسبت به بود ملي قزيه ارزش هم ندارند بدلي يازي كه اگر ما كسر محاكمه ميكونيم اگر بدارم بكشن تا كه او صورت مردوم حصول نشوي به دار کشيدن هيڅ مفهوم نه لري فرصت اندك اس پس پشنهادتان در رابطه به پرونده كابل بانک چه است خوب الا اگر بهي جهت بييم مهمت ییست ک فرصت خیلې طولانی از داس راغله یک حل اگر یا می خیان مطابق به قوانین افغانستان به یی قضیه برخورد وکنن از زمانبندی بگذرن هدفمو ورده نظر قرار بدن ک با هدف برسن و هدف یا در صورت می ثنن ک از متخصصینه ک درې راسته از دنیا تخصص درن یی اولین قضیه در افغانستان از لحاظ مالی ک درې کسا یوقدر متخصص هم نيستان یی ک کوشش وکونم کسایي کې د دې راستا در په سټي بین مللي تخصص درنه او زو کومک بگیرن دوهم ما مقاومت عدلی او قضایي اشخاصی کې از ادارات عدلی او قضایي د دې راستا هم عالی موظف استن با ای اشخاص امکان نشي کی دوسيه بررسي شو اگر میبود 4 سال گذشته وخت کافی بود کې امي نظام عدلی او قضایي او امي منسوبين میتانستان قانون عملي کنن او هدف په دست بیارن بس پس از هزارتن پس از گزارش کوتاه دوباره برمیگردیم امروز چهل و دومین روز از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی را پشت سر گذاشتیم. در حالی که دیروز شنبه در یک نشست بزرگ در کابل برگزار شد رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مسئولان نهاد توسعه ایالات متحده امریکا و سفیر این کشور در کابل در حضور دهها زن افغان و مسئولان نهادهای پشتیبان از حقوق زن برنامه همکاری مشترک ایالات متحده و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغانستان را آغاز کردند این پروژه زنان افغان را در بخش ارتقای ظرفیت ها توسعه رهبری آنان سهمدهی بیشتر آنان در حکومت و رشد اقتصادی آنان و دادخواهی آنها در برابر خشونت ها در کشور کمک خواهد کرد این برنامه از جمله بزرگترین کمک نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا برای زنان کشور در تاریخ آمریکا برای افغانستان به حساب می آید. رئیس جمهور غنی این روز را روز مهم در تاریخ معاصر کشور در بخش کمک به زنان افغان دانست. افغان ها به صورت عموم و تمام زنان افغان به صورت خصوص آذر هستند که از هر دلار حساب بتن. شفافیت هدف ماست. اما امید است که معصریت استعمال پول با هم بسنجیم و با هم عملی کنیم چل مارکت عمده امریکایی را لطفاً با زنای افغان مستقیما ارتباط بتین تا پیداوار ما در امریکا فروختش بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا نیز در یک پیام ویدیویی از کار بیشتر کشورش با افغانستان برای رشد زنان افغان سخن گفت و نمایندگان کشورهای دیگر نیز بر کمک برای زنان افغان تاکید کردند در همین حال دیروز اجساد ده شهروند افغان که در آبهای ترکیه غرق شده بودند به کابل آورده شد این جسدها در کابل به خانواده های قربانیان سپرده شد در میان این جسد جسدهای یک خانواده پنج نفری نیز دیده می شود که قصد سفر به کشورهای اروپایی را داشتند احمد جان از نزدیکان این خانواده پنج نفری میگوید برادر من که با همسر و سه دخترش در این رویداد جان باختند می خواستند به خارج بروند بیادن مسخره یک خانم خو سوشته کسنسه که به می آدسته بود اینا تقریبا 20 سال میشد که اینا به ایران بودن خود از زندگی می کرد 15 سال میشد که خانواده شد رفت به ایران رفت می اومد این جاروسی از کردن به ایران رفت از اینجا من تقریبا ماجرا ما روز رفتم وقت پیش از رفتم که من به خارج میرم خیلی زیاد کوشش حتا مادر من میگه بود کوشش کوشش کرد کنه رو و حتا جلو ما مراقبه نماز میخواست بره خیلی زیاد کوشش کردیم وقت خلاصون گرفته به ترکیه رفت احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه می گوید که علت این رویداد بارگیری بیش از حد کشتی بوده است که مسافران را بیش از گنجایش بار کرده و غرق شده است. علت وقوع حادثه آه تعداد بیش از ظرفیت کشتی بوده که توسط کشتی حمل می شده یعنی کشتی به مراتب بیشتر از تعدادی را که حمل می ظرفیت کمتر داشته از این رو متاسفانه دو چهار سانه ها شده و غرق گردیده فقر بیکاری ناامنی و در برخ از حالتها بیعدالتی در کشور سبب می تا مردمان کشورمان سفر غیر قانونی را پیش گیرند و به کشورهای امریکایی و اروپایی بروند و خود را در مواجهه با دشواری های زیاد از جمله خطر مرگ قرار دهند. بازم خوش آمدید در این بخش برنامه دکتر جعفر مهدوی استاد دانشگاه و گل پاشا مجیدی عضو کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان هستند. بسیارت خوش آمدید. آقای مجیدی با شما آغاز می‌کنیم. امروز موافقتنامه امنیتی در کمیسیون شما به بررسی گرفته شد روی چه موضوعات پرداخته شد به نام خدا و عرض سلام برای شما بهتر معلوم است که مایدات بین نلی یا پروتوکل که میشه تبیز که به ولسی جرگه به مر... کمیسیون مربوطه می و کمیسیون مربوطه رویش بحث میکنه و اگر لازم دید یا پاس شده از کمیسیون مربوطه با مجلس را میشه و از مجلس کمیسیون مربوطه دفاع پیشنهادات خود میکنه و اگر مجلس، از کمیسیون رد شد تبیس که رد است به مجلس نمیره به خاطر کمیسیون تصمیم گرفت که از چگونگی یا سوالاتی که پیش نماینده مردم یا پیش مردم افغانستان است که ما نمایندگی شه سوالات را باید جواب بتن و معلومات بیشتری داشته باشیم و هم نظریاتی که در کمیسیون وجود داره نظریات مختلف است کسی طرفدار تصدیق ماید است و, و کسی مخالفت است تا خوب روشن شود در یک روشنی حالا مشخصا اگر که روی چه موارد این موافقتنامه شما بحث کردید یک دوم دیدگاه موافق مخالفه وجود داشت در کدام موارد طبیعی است که بحثایی که ما کردیم مسئله منافع ملی افغانستان بوده تمامش به طور نمونه اگر شما بگویم مفادات افغانستان در ایسی تجهیز و تنویل قوای مسئله ما در ایسی بازسازی افغانستان کمکایشان و در بخش حاکمیت که بسیار مهم بود برای ما حاکمیت چه ملاحظاتی وجود داشت نسبت به این موافقت نامه مثلا وجود داشت که مشخص نشده کمک هایی که به افغانستان میشه که دلایلش جناب اتمر صاحب و وزیر صاحب خارجه و هم حکیمی صاحب اکلیلی حکیمی سفیر و نماینده فوق‌العاده افغانستان در امریکا و به سوالات پرداختن و واضح ساختن که مثلا چرا کمک ها واضح نشده که خود قانون امریکاست است تا که بودجه از طرف کمک ها از طرف کانگریس پاس نشه حکومت صلاحیت از این نداره ولی کمک هایی که در کانفرانس شیکاگو وعده شده بیش از 4.5 میلیارد دلار و این امریکا تضمین کرده در این داد که ایره باید امریکا باید, باید،, باید پوره بکنه یا کمک های را جلب بکنه <صفيق> و در نهایتا ب... سرانجام قناعت شما فرام شد در مورد کمک ها؟ بس خوب کسای دو کمیسیون بودن که نظریات داشتن که سوال های پیششان بود مثلا مسئله نقض حاکمیت افغانستان بود یا مساله قضایی بوده که انتقال قضایی بوده که در این جای سوال های بودن به جوابات پرداخته شد ولی بس در کمیسیون به این نشد که کی به سوال به جوابات قناعت کرده و کی نکرده ولی در عموم نظر شخص خودم است سوال ها تقریبا به خودم چون خود ما در یک حالت متزلزل بودم گرچه در اول طرفدار زی بودم که مایده شوه بعد بعد از که دیدم خود قرار داد و در قرارداد سوالات بسیاری برای من پیدا شد خوب بود سوالاشون تقریبا برای ما قناعت بخش بود آقای مدوی واقعا این موافقت نامه مشکلاتی را داره بسم الله الرحمن الرحیم ما اه اگه اجازه بدین به هفت نکته اساسی که کلاسی موافقت نامه رو ما میتونیم سر از او تشریح بکنیم ما فقط فیرسوار عنوان میکنم یکی که در تمام مواد موافقت نامه به قوانین اساسی افغانستان و ارزش های اسلامی تأکیدا تصریح شده که باید احترام گذاشته شود موضوع دیگه هم است که مردم افغانستان از اینکه قوای امریکایی وارد حریم خصوصی از شوا مسون هستند این هم تاکید شده سرش و دیگه که طرف امریکایی عملیات خودسرانه نمیتونن من به نکات مثبتش میپردازم و بعد در ادامه به پرسش هایی که موجود است بین نمایندگان مجلس و هم اشاره میکنم و دیگه که اونا زندان داشته نمیتونه یعنی شما میدانید در بگرام و در بسیاری جاهای دیگه مسئولیت زندان های از اونا به طرف افغانی انتقال پیدا کرد بسیار مهم دیگه اعمال صلاحیت های عدلی و قضایی است که متاسفانه در بین مردم و افکار عمومی این رقم نشان داده شده که گویا مسئولیت عدلی و قضایی اساکیر امریکایی در حالی که بس مسئولیت عدلی و قضایی اساکیر امریکایی مطرح نیست انتقال رسیدگی به محاکم امریکایی است این انتقال صلاحیت مطرح است نه بس مسئولیت هر کسی جرم جنایت میکنه به هیچ عنوان مسئول نیست, نیست. بلکه صلاحیت رسیدگی به جرم اینها به محاکم امریکایی برمیگرده موضوع دیگه ای که مایه نگرانی است که ممکن امریکا به دنبال پایگاه دایمی باشه در متن نامه تاکید شده که به هیچ وجه امریکا به دنبال پایگاه دائمی نیست و مسئله دیگه ای که از مسئله هفتم از خاک افغانستان علی هیچ کدام از همسایه افغانستان کدام تعرض صورت نمیگیره اما چند تا سوال مطرح بود سوال اولی بود که چطور در متن موافقتنامه امریکایی ها مبلغی که برای افغانستان برای بخشای امنیتی افغانستان کمک میکنه این دقیق نشده مبهم مشخص نیست که چه مقدار را چه مقدار کمک میکنه بله که جواب ازی در واقعی که شما میدانید قوانین آمریکایی رخ است که هر کمکی به هر کشور میکنه حتی با متحد بسیار استراتژیک و سنتی خودش اسرائیل سالانه کمک ها صورت بله. میگیره و او هم تایید کنگرس را لازم داره یعنی هیچ مقامی بلند پای آمریکایی به شمول رئیس جمهور این صلاحیت نداره که یک مبلغ مشخصی را برای بیشتر از یک به جای متحد شود دیگه بحثی است که چرا در متن عنوان شده که القاعده و وابستگان در بحث تروریسم که فکر میکنم کنم این و چرا پرسشی بود که چرا طالبان ذکر نشده طالبان از دو سه سال شما در جریان هستید که مقامات آمریکایی واضحا مطرح کرده که طالبان برای منافع ملی آمریکا یک تهدید نیست و امروز مسئله طالبان تبدیل شده به یک مسئله سیاسی بین خود افغانان در داخل افغانستان خب فکر نمیکنین کسانی که این پرسش را مطرح کردن بیشتر میدونن که افغانستان از لحاظ داخلی یعنی بود داخلی مشکل امنیتی یک داره از لحاظ ایست که طالبان اینجا فعال هستند و با نیروی امنیتی افغان میجنگند و این هم شامل از میشد که افغانستان از لحاظ امنیتی به جایی میرسید از لحاظ مثبتش اینطور است که آقای اوباما قبلا عنوان کرده بود دبیرکل ناتو هم عنوان کرده بود که طالبان مشکل ما نیست طالبان مشکل داخل خود افغان هاست و از سوی دیگر اونا اراده حکومت قبلی بود حکومت قبلی بارها عنوان کرده بود طالبان را هیچ وقت به مفهوم دشمن عنوان نکردن برادران ناراضی مخالفین مسلح و این عناوین و این هم در واقع امریکا را در بازی قرار داد که این موضوع را به نحو مبهم بگذاره اما من فکر می کنم بحث وابستگان میتونه خیلی دست ما رو بازتر بگذاره به خاطر چی به خاطر که هر روز گروه های توریستی با عناوین و اشکال متفاوتی در سطح افغانستان ظهور میکنه و این میتونه مشمول قرارداد باشه به با عنوان مثال امروز ما میبینیم زمزمه های ظهور دایش هست در افغانستان این مسئله میتونه که دست ما رو باز بانه که ما بگوییم که بحث مقابله با دایش هم میتونه از مصادیق که بحث موافقتنامه همکاری امنیتی باشه مسئله دیگه بحث مالیات هست ما امروز در یک شرایط قرار داریم که به تعبیر یکی از دوستان ما بین بد و بدتر انتخاب میکنیم امه. هیچ افغانی نمیخوای که در کشورش خارجی ها باشه ولی ما یک گزینه داریم بد یک گزینه داریم بدتر بدتری است که خدای ناکرده این موافقتنامه به تایید نرسه و آمریکا و تمام قوت خود از افغانستان بکشه و کمک‌های خود قطع کنه یعنی بعضی ها خواستار پرداخت مالیات بوده از طرف امریکا این یک سوالات است که آمریکا باید به ارتباط تجهیزات که وارد میکنه و موادی که میاره حتما مالیه بپردازه اما بین اشاره کنین آقای مدوی که در جایی از دنیا که آمریکا حضور داره بدون افغانستان مالیات میپردازه از تجهیزات در هیچ جایی یعنی بس که وجود داره ما گزینه بعدی است که این موافقتنامه تایید کنیم افغانستان را اجازه بدم که حکومت افغانستان قوای امنیتی ما را ظرف یک دهه آینده تقویت بکنه و حکومت افغانستان قوای امنیتی ما به یک حد قابل قبول برسه ما اجازه می‌خویم به یک موضوع آخری هم اشاره بکنم یک پرسش دیگه مطرح بود که طرف آمریکایی در متن موافقتنامه از طرف افغانی چی می‌خواد کی واضح است در متن موافقتنامه در مقدمه و در مواد اولیه آمده که هدف تو کشوری است که با تمام تهدیدات توریستی که امنیت منطقه امنیت افغانستان و امنیت امنیت جهان تهدید میکنه مبارزه جدی به موثر داشته باشه آقای مجدی در کل دیدگاه در مورد این موافقتنامه چی است یعنی ناخوستر کمیسون شما بعدش اگر به مجلس بره خب در امروز روز اول بود که روی ازی کمیسیون قبلا هم بحث کرد ولی بحث جدی کی بود امروز بود که با حضور نمایندگان حکومت بود <applause> ما فکر میکنم حالا فعلا مشکل است برای ما که ما بگیم که نظریات چی تاور است در لا بلای چند روز ما میفهمیم که کی طرفدار تایید ازی است کی کی مخالفت میکنه ولی <applause> حداقل هایی را که مقام ها کردن و اعضای کمیسیون مثلا آقای مدوی حالا به سوالایی که مطرح شد پاسخ دادن که در کجا این سوال ها حل شده ذهنیت تغییر کرد؟ ذهنیت معلوم است ما و شما شاید ازی بودیم که قبلا هم اولوسی جرگه سند استراتژیک امریکا را بله. تایید کردن فکر میکنم ذهنیت مساعد است که برای تایید قرارداد که ستاره تایید قرار دوت کس طرفی پولیس جرګه شو فکر نه کوم مشکل وجود داشته باشه بر ردش ما رد ما که ما یې راب خو حداقل دیدگاه مخالفه کې در درون کمیټه وجود داشت استدلالات وانه چې دیدگاه شان ریا مشکلات سوالای راک داشته حل کنه خدمت شما عرض کوم چې خپله در بعض موارد سوالات و نظریات داشتم بر سوال بود تقریبا قناعت ما را کرده حاصل طبیعی است که دیگه دوستای ما هم که در اوج بودن قناعتشان تا یک اندازی حل خود شده باشه و فردا در روز مجلس عمومی هم حضور پیدا میکنن جناب رئیس امنیتی ملی ما مشاور امنیتی ملی ما اتمر فکر میکنم در اوج هم سوالاتی نماینده دارن که باید برشان پاسخ باشن و امیدوار ام 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 هستم که سوالهایشان قابل قبول یا سوالایی که برای نماینده هستن که ذهنیتشون قبول نمیکنن که ایرا تصدیق بکنن شاید تغییری در ذهنیتشون بده. چرا فکر ب... که افرادی که دیدگاه مخالف دارند حداقل در کمیسیون شما این دیدگاه میتونه که مشکل یعنی نظر و سوالایی که دارن دیدگاه مخالف که خلق شده این سوالاشون حل میشه که بعد بره به مجلس. ما ام ام امیدوار هستم که در کمیسیون ما مشکلی نداشته باشیم ما مخاطر حالا دارین مشکل فعلا بله داریم مشکل و تا امروز مشکل در کمیسیون داشتیم و ما فکر نمیکنم که روزای بعدی و ما 100 درصد هم نظر باشیم حداقل بله. کسانی که داشتن در بعضی موارد که صورت گرفت سوال اونا را حل کن. خب این معلوم میشه روزای بعدی که ما کمیسیون داشته باشیم که حرفای خود میزنن چقدر موارد تاییدشان صحبت های مقامات بودن و چقدر قناعتشان حاصل کرد ب فکر نه مې کوم چې روز سه‌شنبه چې مې آيا د یوه روز سه‌شنبه ما بفهومم که نظریات شون چطوره او څوخه در قناعت شون حاصل شوه فعلا برمو مشکل اوس ولی یوک به اساس که سوالات بسیار جدي بوده مسائل بسیار جدي مطرح شده در کمیسیون و جوابای کی داده شده تا حد برمو قناعت بخش بوده ولی تا حد قناعت ما را حاصل نکده در بعضی مسائلی که به طور مثال مسلې آمد، آمدنشان به افغانستان یا استفاده از میدان های هوایی افغانستان که ها میتونن بدون از که کنترول شوند و تیاراتشان یا حتی کشتی کنترل کنترول شوند که در داخل افغانستان چی مواد آوردن و چی را میبرند این یک بحثی هستک و مسئله خود قلم روی هوایی افغانستان است که در این مورد سوالاتی وجود داره مسائل دیگه است که خود انتقال قضایی یا خب این معلوم است که هیچ جای دنیا بس م... خب بس مسئولیت که اصلا خب کسی کس که جرم میکنه مسئول نیست بس قانون افغانستانی رو میگه در جایی که در در داخل امریکا بله این قانون افغانستانی رو میگن که هر جایی که جرم واقع شده باید در امجمع حاکم هم صورت بگیره که اینجا یک مشکل قانونی هم آقای مدعی فکر میکنین با این دیدگاه ها که وجود داره نسبت به این موافقت نامه میتونه این موافقت نامه را به چالش بکشه من بسیار بعید هرچند که نسبت به معاهده استراتژیک که در دوره قبل یک سال گذشته یا بیشتر از او در شورا تایید شد او زمان زیاد جنجال نشد ولی امضای موافقت نامه یک مقدار پرچالش شده پرسش های جدیدی تری فکر میکنین که بیشتر چالش ها یا سوال هایی که مطرح شده به خاطر موارد که در موافقت نامه ذکر شده است یا دیدگاه دیگه مطرح است دو بحث هست ببینید یکی پرسش ها پرسش های شکلی است یعنی ناشی میشه از اینکه برخ وکیل صاحب متن موافقت نامه دقیق نخونده مهم. که بسیار واضی وقتی ارجاع که ماده چند تفسیر چند جوابش بسیار واضی آمده است برخی موضوعات مثل بحث مسئولیت قضایی بحث ای که علیه کشوره همسایه های تهدید می باشه یا نه عملیات های شبانه چطور میشه نمیشه من فکر میکنم این هم ها بحث های واضح است که جوابش مشخص است اولا در این قضیه طرف آمریکایی منافعی بسیار کلانی نداره که به هر قیمت حاضر باشه که تمام درخواست های افغان این مردم افغانستان است که به امضای موافقت نامه ضرورت داره چون اگر چنین موافقت نامه نباشه تا دو ماه دیگه تمام مامورین دولتی و اقتصاد افغانستان کاملاً فرو می پاشه فکر میکنین مخالفت ها یا سوال های که مطرح شده که میگین خب حال است اگر مراجعه شود به متن موافقت نامه چه یک باز متن موافقت نامه را برخی وکلا مطالعه نکرده مسئله دیگه برمیگرده به یکی از بعضی مفاهیم اشتباه یا برداشت نادرست صورت گرفته مثلا بس مسئولیت قضایی ما با بعضی از وکیل صاحب صحبت داشتیم اونایی تری احساس میکرد که اساکیر امریکایی یا اطبای آمریکا هر جنایتی کردن او دیگه تحت تعقیب ادلی قضایی قرار نمیگیره وقتی من برش توضیح دادم که بحث مسئولیت قضایی نیست انتقال صلاحیت رسیدگی قضایی است او به محاکم امریکایی و در مت موافقت نامه آمده که تمام شواهد مستندات طرف افغانی در اون محاکم رسمیت داره و او جدی پیگیری میشه و رسیدگی میشه ما دو سه نفری که من صحبت کردم قناعت از ناصیل شد احساس من است که اگر در دقیق موافقت نامه موادش بررسی شود و از سوی افرادی که اول دقیق مطالعه کرده و بحث گرفته شود و ما احساس می که بسیار فیصدی بالایی ممکنه که مشکلشان حل شود. و با اون آخرین پرسش در کل دیدگاه و ذهنیت در مجلس نسبت به موافقت نامه چیگون است؟ تحلیلی که من دارم البته خوب باید به با اجازه بدیم که روزهای اندا در کمیسیون ها بحث شود مشاور امنیت ملی وزیر سایب خارجه در کمیسیون ها در تالار حضور پیدا بکنن با پرسشای وکیل سایبا جواب بگوین اما در مجموع مروحی مجلس مثبت ارزاوی میکنم خیلی سپاس از حضورتان در این پس ممنون از شما بین عزیز تا برنامه دیگر با فرصت دیگر شب خوش خدا نکه تشکر سن.